یکی از سوالایی که به کررات از من میشه اینه که ما چطور میتونیم لیات کیبوردمون رو و یا لیات مثلا تصویرمون رو مثل این ویندو لیات هایی که اینجا داریم رو جابجا بکنیم مثلا شما اومدید حالا یه چیزی بر خودتون درست کردین لیاتی درست کردیم مثل این بازبینی که من اینجا درست کردم و دوست دارید که با همین فرمت تصویرتون رو ببینید حالا یا لیات های دیگه که خودتون درست کردین برای خودتون یا به طور مثال کیورد شورتکاتتون رو تغییر دادید و اومدین اینجا حالا مثلا شورتکاتی که دارین این یه چیزی مثل این امیر کیورد لیاته که من اگر روش الان کلیک بکنم با مثبت روی کیبورد و با منفی میتونم کوچیک بزرگ بکنم به جای کامند مثبت و کامند منفی حالا ممکن شما تغییرات خیلی زیادی توی کیورد لیاتتون داده باشید به طور مثال اومده باشید اینجا کاستماایز این قفل رو زده باشید و حالا خیلی تغییراتی که توی قسمت اول دیدیم اینجا داده باشید اون رو بیایید اینجا سیوش بکنید و حالا سیف شدهش رو بخواید ببینید اصلا توی هاردتون کجا هست که بخواید توی جای دیگه ببرید خب من میام توی فایندر شما میاد توی منوی گو توی فایندر هوم یا کامند شیفت اچ اینجا اسم یوزر شما دیده میشه و توی فولدر یوزر که حالا یوزر ما امتی هست ما یه فولدری دیدیم اسم لایبرری داخل لایبرری یه فولدر دیگه ای هست به اسم پریفرنسز و داخل پریفرنسز یه فولدر فاینال کات داریم که با زدن اف میتونید راحت بیاد و پیداش بکنید همونطور که شما اینجا میبینید ما یک فولدر داریم به اسم کیبورد لیاتس که دقیقا کیبورد من توشه و یه فولدر داریم مثل ویندو لیات که دقیقا این لیات من داخلش هست حالا شما خیلی راحت میتونید اینجا یه فولدر جدید درست کنید به طور مثال من اسمشو رو میذارم امیرز فاینال کات سیتینگ آن گو حالا اگه دوست داشتم میتونم اینو اینجا کپی بکنم و این یکی کیبورد لیات هم, هم اینجا کپی کنم و حالا هر جایی خواستم برم تو هر شرکتی خواستم کار بکنم اینا همراهم باشه و دقیقا توی همین دایرکتوری توی اونجا یعنی دقیقا توی هر دستگاه دیگه هم که شما رفتید و خواستید این تنظیمات رو اونجا داشته باشید دقیقا از همین شورتکات گو هوم میاید یوزرز لایبرری پریفرنسز فاینال کات یوزر دیتا کیبورد لیات و ویندو لیات